درود به فرزندان ایران، حالت خوب باشه، امیدوارم هر جا هستید. این پومپوی عقب مونده حرفی زده و موج رسانه ایجاد شد. این اپوزیسیون عقب مونده هم دارن ذوق میکنن و یه نفر، یه خبرنگاریه از دفتر پومپو، گفت که ایران قبول کرده سر مذاکرات موشکی رو قبول بکنه و دیدم که چقدر این عقب مونده های اپوزیسیون ذوق، در واقع همون عبارتی که همیشه میگم، تو کنش عروسی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده، ترسیده و چه جالبه، یه خبر گل میزنن، هشیش میکشن، بعد پیش خودشون توهم عقب نشینی ایران رو میسازن، بعد به خودشون جشن میگیرن. منابع خبریشون معلوم نیست از کجاست، خودشون میگن، خودشون میبافن، میدوزن، بعد خودشون هم جشن میگیرن، بعد دوباره خودشون ضایع میشن، جرم میخورن. جالبه، یه اپوزیسیون اگه نبودن واقعا مش سرگرمی نداشتیم تو این غربت و تنهایی. و البته مردم ایران کسی اهمیت نمیدن این عقب مونده چی دارن میگن در خارج از کشور، و اینکه ایران مذاکرات موشکی رو قبول کرده، خودشون میگن، خودشون به خودشون دلداری میدن، اشکال نداره بدن. البته حسن روحانی اسرائیلی اسکاتلندی خیانت کرد در این زمینه، یواشکی یه سال داشت مذاکره میکرد بعد از برجام تو پاریس، این عراقچی ملعون خائن رو میفرستاد که با فرانسه در مورد توان موشکی ایران مذاکره کنه، که لو رفت بعدن و فهمیدن که داره اونجا، حتی تعهد داد که برد موشکای ما به اندازه باشه که به اسرائیل نرسه، بشه 700 کیلومتر، و که اینو خود خارجی ها لو دادن، این حسن نکبت اسرائیلی اسکاتلندی و این عراقچی اینا لو نمیدادن. بعد البته استدلال حسن اسرائیلی این بود که اصلا بریم ببینیم حرفشون چیه، چی میخوان در مورد مذاکرات موشکی بگن، حالا ما باشون حرف بزنیم. تو 700 کیلومتر هم برد موشک، 700 کیلومتر هم راضی شد، اینو من بگم ها، تو جر بخورن، تو پاره بشن. برد موشکی ایران 7000 کیلومتر هم بیشتره، الان همین الان بیشتره 7000 کیلومتر. و خیانت بعدی این مردک نکبت بعدم معلوم شد، این آقای این توی شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بچه‌ای که خط انقلاب بودن تعریف می‌کردن، که میامد تو شورای عالی فرهنگی میگفت که اصلا چرا ما باید برد موشک 300 کیلومتر داشته باشیم، 700 کیلومتر هم نه، 300 کیلومتر، 300 کیلومتر داشته باشیم. واقعا مثلا تعجب میکنم، خدایا چنین کسی الان برای چی باید رئیس جمهور باشه، چرا اصلا دوام داشته باشه؟ این هاشمی چه ملعون، یعنی 99 درصدی خائن، خیانتکار، بیت المال که 40 سال غارت کردن، دزدی کردن، بانک مرکزی کمپلت دست اینا، پروژه های فرمایشی دروغین پوششی، واردات همه مال اینا. و دیگه جالبه، 40 سال ملت مملکت غارت، ملت به فلکت انداختن، هنوز هم دارن میگن سپاه 80 درصد 90 درصد اقتصاد کشور دستش، سپاه شما رو خوب جر داده، میدونی همه کشور رو غارت کردین، بانک مرکزی دستشونه، واما دستشونه، 400 تا کارخونه رو با اسم زنتون، بچه‌تون، فامیلاتون خریدین، زمین زدین، کارخونه دستگاهاشو فروختین، هزاران انسان رو بیکار کردین. بچه پررو و وقیع اینا به جای اینکه جایگاه متهم به اعدام هستن، این همه اینا با طلبکار هم هستن، این حرومزادای هاشمیچی و اسالیون و این رئیس جمهوری که الان داریم، من واقعا تعجب میکنم اینکه چنین کسی الان رئیس جمهور ایرانه. و الان هم شنیدم که انگلیس گفته که این نفت کشتی که توقیف کردن میخوام بفروشیم بدیم به مثلا حادثه های تروریستی جمهوری اسلامی، منظورش اون قضیه تروریستی آرژانتین و یا جای 11 سپتامبر رو اینا هست. این کار بکن جناب انگلیس خبیث، تا جر بخوری بلای سرت بیاد که تو 200 سال اخیر شما از ایران نخورده باشی. و به زودی این رهبر که حرف زد، قطعا ایران یک اقدام بزرگ زده انگلیس نکبت انجام خواهد شد. من تعجبم اینه، چرا با سفیر اظهار نمیشه، چرا سفیر اخراج نمیشه، اصلا چرا باید اینجور کشور خبیث وقی با سفارت داشته باشه تو ایران؟ این خیلی واسم عجیبه. خب البته سفیر اصلی پادشاهی نکبت انگلیس این حسن نکبت اسرائیلی است که سفیر انگلیس دیگه، اینا ماشاءالله به هیچ وجه حاضر نیست از گل نازکتر به سفیر بگه یا به دولت انگلیس بگه.
و حاضر نیستن این سفارت منحوس رو از تهران جمع کنن. این اصلا نه بهترین چیز واسه ایران این برکت اینه که ما اصلا با این کشور منحوس هیچ ارتباطی نداشته باشیم و ریشه‌ش رو از این منطقه بکنیم بره. کشور خبیث، آنچنان 200 سال خشم فروخورده داریم نسبت به این حرومزادهای انگلیسی و پلشت، حتما ما یه جا خالی میکنیم انتقاممون از اینا، ما میگیریم. 500 سال جنایت کردن، بردهداری کردن، کشورها رو اشغال کردن، ملت‌ها رو کشتن، گندماشون رو غارت کردن، دخالت کردن. خیلی از کشورها رو هنوز اشغال دارن، جزیره ها و جای مختلف رو، منابع معدنی رو غارت کردن، بیماری آوردن. اینا خیلی کثیف‌ترین نژادی هستن که هستن، همه انگلیسی‌های پلشت خبیث هستن. انتقام از اینا گرفته خواهد شد انشاءالله به یاری خدا، به یاری اورومزدا و فر فر و هر نیاکان، و با این سیستمی که ایران چیده 100 برابر این چیزی که الان ایران قدرت داره و کل دنیا گسترده خواهد شد، و ما انتقاممون رو از این جنایتکار خواهیم گرفت، از این کشور پلید خواهیم گرفت. حتی ایران روزی اروپا را مدیریت خواهد کرد، به شکی نیست. سپاسگزار و بدرود.